لشکر به سر زلف این بند گران زن بر پای دل مسکین این بند گران تا که مرز مشخصی نداره. همین دلیلم مثلا همه میگن دو مرحله، یکی مرحله حیرت، یکی مرحله طلب. بعضی هم میگن اول حیرته، بعضی هم میگن اول طلبه. یکی دیگه از خصوصیات این تقسیم بندی که کردن تا آخر این است که چون مشخص نیست منظر، یکی که در مرحله حیرت ممکنه یه آثاری از این حیرت تا آخر درش بمونه، منتها هر حیرتی از یه چیزی. اون عارف شاعر میگه چشم باز و گوش باز و این اما، میگه هم چشمش بازه هم گوشش بازه ولی کوره، نمیفهم. حیرتم از چشم بندی خدا، این حیرتش در اینجا، ولی اون حیرتی که اول آدم برخورد میکنه، اول سالک برخورد میکنه، در اثر توجه به خودش. من اول بار پند ساله همین نوشتم که گوید ز کجا آمدنم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ این یعنی تا خودش را شناخت، شناختم از خصوصیات
درجه اعلاش انسان و ولی حیوانات خیلی کم میکنه. انسان خب اول نوجوانی و شیر خوردن و بعد نوجوانی و یه وقت متوجه میشه، یعنی توجه میکنه که من کی هستم، چطور دیروز نمیتونستم راه برم، امروز راه میرم، فکر میکنم این ما و ستاره و آسمون که دیروزم بود چطور جلب توجه من، امروز جلب توجه هم کرد، نگاه میکنم عجیبه، این چیه؟ اول بار که متوجه شد که یه وجودی داره غیر از مستقل، غیر نمیشه گفت، مستقل از اطرافش، تا اون وقت خودش رو یه جزئی از طبیعت دنیا میدونه. ولی من اینجا اول بار متوجه میشه نه من مستقلم، افتادم تو دریا، خب به طور معمول اگه من جزء چیز بودم باید غرق میشدم دیگه، خب میرفتم، ولی فوری پدر مادر اینها یه بادکنک انداختن من گرفتم نجات بدم، من خودی هستم. پس یه چیز استقلال از این طریق، خب حالا که خودی هستم، من همون مثال تو آب افتادم داشت خفه میشد نجات پیدا کرد، اول بار متوجه شد که من خودی هستم. دست و پا زد و نجات پیدا کرد. وقتی نجات پیدا کرد آرام شد، اون وقت به این حیرت میفته من چی هستم؟ خب همه مرحله حیرت گفتیم در خیلی از بزرگان و عرفا در تمام مراحل باشون بوده، اشعاری هم هست. خیام البته ما درجه عرفانیش خبر نداریم، ولی این در این حیرت رو نشون میده در تمام نوشتجات، تمام البته ما خیام رو این ما مردم ایران قدیم و خواست علم خیام رو میشناختن از اون معادلات جبر و مثلثاتی که در کتاب ها نوشته و چیزهایی که راجع به ستاردان بود. بعد خوب به قربی ها رسید، به رباعیاتش توجه کرده. خیام از لحاظ رباعیاتش خیام امروز مورد توجهه، ولی اون خیام دیروز مورد نظر بود. یک قرن، دو قرن پیش، دو قرن، سه قرن پیش که این کشفیات نشده بود، بل مورد نه. اما خیلی
در تمام مراحل خیام این چیز هست، این حیرت هست. بعد از این حیرت چون خداوند یه عقلی در انسان آفریده و یه وظایف خاصی هم برای این عقل، یه استعدادهایی هم، این عقل انسانی البته اگر کسی اهل سلوک باشه و عرفان باشه خیلی به کار باید به کار بیفته، ولی برای مردم عادی هم این عقل یه خود به خود هایی داره، یعنی هرچم بخواد یا نخواد بعد از اون فکر که دید نمچه جوریه یه خورده دوره برای شوه. اگر بچه بود، کوچک بود، جوی آب که میبینه خب ما یادمونه جوی آب صالح آباد، هنوز صالح آباد این صالح آباد نبود، یه آب باریکه میهم جلو این آب وای میسادیم، یه آجر میگذاشتیم، آب خود به خود میومد بالا. این کار عقل بچگان ما بود، کار عقلی که در فطرت خداوند، در فطرت این عقل آفریده. بعد هرچی بالاتر میده انسان یک قضایای عمیقتری رو فکر میکنه، میگه این حالا که اینجوریه، میگن زمین میگرده دور خودش، چرا ما نمیفتیم؟ اگه میگرده رو بله، اگه بیفتیم کجا میفتیم؟ الان که ما رو زمین هستیم، اون طرف های دیگه به نظر ما پس زیر زمین هم. عقلش رفته یه جای دیگری هم پیدا دیده، همه اینا بر حیرتش اضافه میکنه، طلب به دنبالش میاد یا با هم میان، اون وقت میره دنبال این که این چیه. بعد خب البته این چیه خیلی در درجه بالا حیرتش اگه به اینجا رسید که من خب پس چه کار کنم که برگردم همون به اصطلاح تسلط های بچگانه ای که داشتیم همونی در بزرگی هم داشته باشیم. میده به عالم عرفان یا امثال اینا، میره به عرفان، میخواد بره برای اینکه تکامل پیدا کنه، یه خود اصطلاحات دیگرون رو هم دید، را رفتاره، میگه میخوام به این به قول حافظ یا میکده یا اینا وارد بشم، پاک بشم. یعنی در واقع از این طلب هدفی که داره جایی که داره این است که پاک بشه، لایق اون چیزی که فکر میکنه باشه. به همین حساب من خیلی ها تقاضای طلب میکنم، بعد می نشن قابل نیستیم، اگه قابل بودیم
طاقت ما شما را من یکی دو تا گفتم بازا بازا هر آنچه هستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگاه ما درگاه نوبیدی سب بار اگر تو بشکستی بازا پس اینکه در موقع طلب یکی هم انتقاد کرده بود خب اگر همه باید به اصطلاح این بیعت و این چیزی داشته باشم پس چرا بعد یار قبول نمی کنید شما ببینید شما بچه‌تون بچه مورد علاقه خودتون نادن به دنیا که اومد اول یه گردن بند طلای و عینکات به گردنش میده این گردن این همینجور هست تا بزرگ میشه بعد به حال بزرگ که شد در این سن شما روزنامه ها میخونید که یکی یه سارقی گردن بند ای رو دزدید خودشان که بچه هست نمیتونه جلوشو بگیره یا گاهی اوقات همچی میکنن که گردن بند زنجیر پاره میشه وردنش هم رو گردن میمونه اینه که درسته که این گردن بند مال بچه هست مال اونه خدا آفریده که مال او باشه برای اینکه شما دادید بهش ولی نمیتونه نگه داره چون نمیتونه نگه داره گردن بند وا میکنید بذارید گوشه ای این دستور تشرف یا بیعت مثل اون گردن بند اگه کسی دنبالش میاد ما نگاه میکنیم که این از اون بچه ایست که نمیتونه نگه داره در این دنیای ناامن میتونه نگه داره یا نه اگر لایق بودن قابل بودن این طالب در آن است که خالصانه میخواد وارد بشه یعنی لیاقت و ارزش اون گردن بند دار میشناسه حفظ خواهد کرد به گردنش بود ولی اگر مثل بازی بود یا با رفیقاش شرط کرده بود که بریم چنین یا امثال اینها بود بدون هدف یا با هدف نامطلوب در صورت میگیم صبر کن هدفت صاف بشه شفاف بشه اون وقت البته اگر خیلی ریزه کاری کنیم و دقت کنیم هیچ کنوم لیاقتش نداره ولی خدا ما رو به لیاقت شناخته گفته نه لایقیم به ما تلقین کرده که لایقیم و باید باشیم